آقای خرم، آواز ماردارین، سلام به شما و صبح زیبایتر بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر و صبح همه بیننده های تلویزیون جهانی آریانا بخیر. تشکر از اینکه در برنامه حضور دارین. بین راجع به روزهای کرونایی بگین، روزهای کرونایی را چگونه آغاز و چگونه ختم میکنین در کابل؟ خب ما طبق معمول هم برنامه که از طریق دفتر داده شده، معمولا اگر ضرورت باشد به با دفتر می رویم، اگر نباشد باز از خانه از آنلاین ما به کارهای خود رسیدگی می کنیم. چقدر خوب. بین در رابطه با ضد عفونی کردن و دوپاشی نوایی کابل صحبت های داشته باشیم. برنامه که در دو سه روز قبل از طریق کمپانی مخابراتی افغان بسیم و همچنان بنیاد بیاد یا بیاد پاور آغاز شده، میشه از کجا بگین که آغاز شد؟ کدام نوایی را در بر داره؟ صحبت های در این زمینه. بسیار خوب، قسمی که شما در جریان هستین، فعلا به خاطر ویروس کرونا وضعیت در شهر وخیم است. دیگه به اساس پیشنهاد وزارت محترم صحت عامه و به هماهنگی شوروالی کابل، شرکت مخابراتی افغان بیسیم، بیاد گروپ، بنیاد بیاد برنامه را راه اندازی ساختن که ضد عفونی ساختن بعضی از نواحی شهر کابل از ضد عفونی و دواپاشی کند. دیگه اون ساحه‌ای که برای ما از طریق وزارت محترم صحت عامه که به ما لیستش داده شده بود و اونا مشکوک اعلان شده بودن، باز ما اون ساحه را دواپاشی و ضد عفونی ساختیم. گوساها عبارت بود از سرک دارلمان، از شبک دمازنگ الی قصر دارلمان، جان جاده عمومی دارلمان ما ضد عفونی و دواپاشی ساختیم. سرک سناتوریوم یعنی شفاخانه افغان ژاپن، شفاخانه مشخصی که برای ویروس کرونا مشخص شده و افراد و اشخاصی که به این ویروس مبتلا هستند اونجا تداوی میشوند، این جاده شفاخانه را مکمل ما ضد عفونی ساختیم و دواپاشی کردیم. شهرک مهدیه، دشت برچی، ناحیه اژدهم، اونجا ما تیمای خود را روان کردیم، اونجا را دواپاشی و ضد عفونی ساختیم. همچنان پل سوخته الی قصر دارلمان یعنی جاده عمومی که است، اینا را ما ضد عفونی و دواپاشی ساختیم. سرک شهید مزاری الی پل سوخته و قلعه وزیر و چارای شهید، این ساحه را ما تحت پوشش خود قرار داشتیم. حصه اول خیرخانه یعنی شرک گلخانه، در او ساحه ما رفتیم و دواپاشی و ضد عفونی ساختیم. همچنان مکریان سوم، شهرک گلستان، اونجا را ما رفتیم و ساحه‌هایی که مشکوک بودن دواپاشی و ضد عفونی ساختیم و این به 3 روز جریان داشت و در همچنان ما تقریبا حدود 10,000 بیشتر برگه های معلوماتی که در آن توضیحات زیاد درباره ویروس کرونا از طرف وزارت صحت عامه به ما داده شده بود، ما را چاپ کردیم و به دسترس هم شهریان خود قرار دادیم. بسیار خوب. این برنامه شما ادامه دارد یا ای که به می 3 روز اکتفا میکنین و خاتمه پیدا کرده؟ ما نظر به پلان که داریم، خب ما هم یک سلسله برنامه های دیگه هم داریم و طبق اونو برنامه ها ما پیش میرم. فعلا برای 3 روز ما ادامه دادیم و نواحی دیگه هم که به ما از طرف ارگان های زیربط یعنی وزارت محترم صحت عامه و شوروالی کابل که به ما داده شود، انشاءالله شرکت مخابراتی افغان بی سیم بیاد گروپ در خدمت هستند. قسمی که شما در جریان هستین، چند مدت پیش ما توزیع ماسک داشتیم به خاطر آلودگی هوا و شیوع ویروس کرونا. برای جلوگیریشان ما تقریبا حدود از 100,000 بیشتر ماسک در شهر کابل و ولایات دیگر توزیع داشتیم و این برنامه های ما و همکاری های ما با شهرداری کابل، با وزارت محترم صحت عامه، انشاءالله که ادامه داره و ادامه خواهد داشت. بله آقای خورم، فقط در این پروسه دواپاشی سرکای عمومی را دواپاشی کردین یا بعضی از نواحی مثلا کوچه ها، مساجد و یا هم اماکنی که رفت آمد زیاد است اونا را هم تحت پوشش قرار دادین و دواپاشی کردین؟ دقیقا قسمی که شما گفتین، جاده های عمومی را ما تحت پوشش داشتیم، کوچه ها، پس کوچه ها، جایی که عبور و مرور هم شهریان ما زیاد بودن، اونا را ما نیز تحت پوشش داشتیم، دواپاشی و ضد عفونی ساختیم. بله، استقبال مردم چیگونه بود؟ خب مردم واقعا زیاد خوش بودن و در چندین ساحه تا مردم ما دیدیم به استقبال ما، به پیش روی ما آمدن و زیاد تشکری کردن. خب این یک مسئولیت انسانی وجدانی هر انسان است که باید در قبال شهریان خود داشته باشه. خب هیچ که دولت هم نمیتواند به تنهایی چنین کار را انجام بده، باید دیگر شرکت های خصوصی، افراد و اشخاصی که مستعد هستند، توانمند هستند، اونا باید با اونا همکار باشند و ما انشاءالله همیشه هم کاری را میکنیم و در سابق هم همکار بودیم و بعد از این هم نیز همکار میباشیم و مردم واقعا زیاد خوش بودن و تشکری میکردن. بله، میشه در رابطه بایی بگین که چقدر بودجه را اختصاص داده بودین به امید دواپاشی که 3 روز دوام داشت؟
خب دقیقا ما از بودجه اینا درست در بخاطر که تیم های تخنیکی که در عقب برنامه هستند که تیم تخصص متخصصین ما بودن، تیم دکترای ما بودن، بودجه و اموالی که اونا خریداری کرده بودن، بخش تدارکات اونا در جریان بودن دیگه. ما دقیق از بودجه مشخص معینش بله دقیق خبر ندارم. درست است آقای خورم. برنامه هایی که برای مهار کرونا در آینده روی دست داره، کمپانی افغان بی سیم و همچنان بیات گروه و بنیاد بیات، میشه کمی روشنایی بندازن اگر مشکل نباشه؟ البته چرا نه، ما قسمی که قبلا هم گفتم ما ضد عفونی ساختن جاده ها را مد نظر گرفتیم و در ضمن کمک به همشهریان نیازمند خود برنامه داریم که تا کسایی که نیازمند هستند به مواد اولیه دسترسی ندارند و فعلا هم قرنطین اونا را ساحه کارشان محدود ساختن، ما انشاءالله برنامه و پلان داریم سر از او کار میکنیم که تا بتانیم دست همشهریان ما که نیاز به کمک دارن دست اونا را بگیریم. دیگه ما با مواد اولیه و مواد خوراکی نیز برنامه داریم، ضد عفونی ساختن جاده ها برنامه داریم و در ضمن توزیع ماسک مسکن بازم چند مدت زمان پیش ما یک مقدار ماسک توزیع کردیم و در آینده نزدیک نیز انشاءالله ما توزیع ماسک خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما آقای محمد سلیمان خارم، مسئول زول مرکزی شرکت مخابراتی افغان بیسیم. اگر کدام پیامی باقی مانده باشه و صحبتی که از لاولای پرسش های ما باقی مانده باشه، شما میتونید بیان کنید. شنونده صحبت شما هستیم. تشکر، لطف کردین، زنده باشین که وقت گذاشتین. فقط یک پیام از به مردم شریف و عزیز کابل و افغانستان این است که هشدارها و پیام های وزارت سامه را جدی بگیرن، چرا که این ویروس بسیار ویروس مضر و کشنده است. چیزی که اونا هشدار میدهد و کدام اعلامیه هایی را که نشر میکنند را جدی بگیرد و اگر اشد ضرورت نداشته باشد در خانه های خود برماند بماند تا از این ویروس و شیوع از این بیشتر و بیشتر که تا مردم به زیاد مبتلا میشن از این جلوگیری کرده بتانیم. تشکر میکنم از آقای محمد سلیمان خارم، مسئول زون مرکزی شرکت مخابرات افغان بیسیم، و تشکر میکنیم از بنیاد بیات و بیات گروپ که کمک های بشر دوستانشون همچنان ادامه دارد و مردم هم خوشبینی های از اینکه کمپانی های بیات گروپ با مردم کمک میکنه و پیشتاز در کمک رسانی هستند سپاسگزار کردن. تشکر میکنم از شما آقای خارم. بخیر باشید. از شما هم تشکر میکنم بیننده های عزیز که تا هنوز بیننده برنامه خودتان صبح و زندگی هستین. در حال حاضر هم نرخ مواد اولیه را با هم یک جا تماشا میکنیم. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.